سال اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی طرف ور بکشد زهی شرف. طرف کرم ز کس نیست این دل پر امید من، گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل. یاد پدر نمی کند این پسران ناخره. خسته نباشید بچه. شما از چیزی نراحتی؟ حقیقت شو بخیارم از مو؟ نه، از وقتی که هادیوم انشاء رو در مورد خانم همتی نوشته ذهنم رو درگیر کرده، یه جوری دلم گرفت. میدونی بچه ها دوچار شک شدم، خانه سالمندان واقعا جای بدیه یه جای خوبیه. همش با خودم فکر میکنم اگه یه نفری پیر رو از کار افتاده باشه، کسی هم نباشه که ازش پرستاری کنه، بهتر نیست بره یه جایی که ازش خوب مراقبت کنن؟ یه جایی میشه خانه سالمندان. نمیدونم منطقش اینه، اما دل آدم رضا نمیده. میدونی پوریا، یه وقتای حقیقت پشت دیواری از شک و تردید پنهون میشه. بلش کنیم بیخیال، من حالا بده حال شما رو بد میکنم. چیزه هادی، میتونم ازت خواهش کنم اون انشایی رو که در مورد خانم همتی نوشتی برام بیاری؟ دلم میخواد داشته باشمش. آقا حتما. چشم، ممنونم. بریم بچه ها که دیر شد. آقای کاویانی، اصلا باور نمی کنید از وقتی این اتفاق افتاده اصلا دوچار عذاب وجدان شدم. تو چرا آخه؟ تو که هر کاری از دستت برمی اومد انجام دادی. اجازه. چاره ای نیست، این راه آخره دیگه. اصلا نمیتونم ببینم اون پیرمرد گوشه میکنه. منطقی باش کیان، تو که نمیتونی از اون مراقبت کنی. فقط اگه بتونی زود به زود به دیدنش بری خیلی خوشحالش میکنه. چی میکنه؟ دارم داغون میشم، چه کاری به سر کرده؟ حواست کجاست؟ چی؟ بهت مشغول شی تا من بیام. چشم. کیهان پدر مادرش گوشه خونه سالمندان. خودم شنیدم آقای کاویانی گفت این راه آخره، تو که نمیتونی همیشه ازش مراقبت کنی. پس بگو چرا چند روز حالش گرفته است؟ عذاب وجدان گرفته. آقای کاویانی گفت هر چند روز یه بارش سر بزنی خوشحال میشه. بو میگه میشه کیهان پدر مادرش بذاره خونه سالمندان؟ راست میگه. یادتون رفته؟ یادتون رفته خودشی میگفت؟ ببینید بچه، بعضی موقعا حقیقت معلوم نیست، شاید مجبور بوده. نباید این قضیه لو بره، بین خودمون مونه بهتره. پاشید برید سر تمرین. Thank you.
گوش کنید. برنامه امتحانی نیم سلط آقای یراقچی زده رو تابلو. یه شنبه امتحان ریاضی داریم، سه شنبه هم امتحان فارسی. یه شنبه ریاضی داریم، سه شنبه هم فارسی. نه گفتی. حالا بیا برو بشین سر جا، استرس هم نمیخواد بشین. من که خیالم راحته، چون راستین جان گل داده دست منم بگیره. غلط کردی بشین. بچه ها امروز آقای زاره نمیاد. آقا حالا که آقای زاره نیومدن، ما میتونیم بریم پای فوتبال بازی کنیم؟ فوتبال. نه یا اونجا بمونی سر کلاس آروم، یا بریم کتابخونه. کجا؟ او میرم کتابخونه دیگه، اینجا حسن من سر میجم. شما نمیان؟ من نمیان. بریم کتابخونه. ما سلام آقا کیا. سلام آقا کیا. سلام چطوری؟ ببینم، مگه شما کلاس ندارین؟ آقا اجازه ایزای معلم نداشتیم، باشیم میام کتابخونه مطالعه آزاد بخونیم. باریکلا. ببینم من نمیفهمم، توی این مدرسه جای خلوت پیدا نمیشه آدم راحت به کارش برسه. مگه چیکار دارین آقا؟ تو هم خوب کنجکاو شدی. یا دارم سالای امتحانیتون رو طرح میکنم. آقا سخت نگیرین تو رو خدا. اتفاقا میخوام سخت بگیرم. آقا چرا؟ دوست دارم. حالا شما بریم به کار و بارتون برسین، بذاریم منم به کارم برسم. پوریا بیا. چیه؟ یه فیلم نامه نوشتم، خواستم بدم تو بخونی نظر بدی. جدی؟ ایوه جدن که نویسنده. چرا؟ چون دادم تو نظر بدی دیگه. ایوه بوریا اینجا رو چند وقت حالش بده. بلد زاهر سازی کنم اما تایی دلش ناراحت. چرا؟ تلفن. بابا رحیم کتاب خونه است، شلوغش نکنه. زود باش، من هزار تا کار دارم. بچه ها آقا کیا اینجا چیکار میکرد؟ داشت سوالای امتحان رو طرح میکرد. جده؟ مثل اینکه کارش خیلی واجب بودا. اپستوازی کشی. هی بلند شو. چیکار میخوای بکنی؟ گفتم چیکار میخوای بکنی؟ میخوام نمره ادبیاتو 20 بگیرم. 20
خواهی سواله رو بدازی؟ آره. اه؟ بیخیال شو، این کارا خوب نیست. نه بابا، بنده خدا اینه ساله امتحانیه، مگه خودم برم بشینم خونه درس بخونم؟ اوکی، هم به ما اعتماد کرد. این نامردیه، میفهمی؟ نامردیه اینه که من ساله رو برای خودم بردارم. نه ترس، به همه بچه هم این ساله رو میدم. من نمیفهمم شعر شما چرا ناراحت میشی؟ یعنی چی؟ یعنی چی که به من ربطی نداره؟ ببینید آقا جون، ایشون به گردن منم حق دارن. ای بابا، درست صحبت کن آقا جون. این چه طرز حرف زدنه؟ حرف دهن تو بفهم. ای بابا، دیوانه است. چی میگه آخه؟ حرف حسابش چیه؟ چه میدونم، میگه حق نداری بری بهش سر بزنی. یعنی چه آخه؟ چه میدونم بابا رحیم، حرف زور داره میزنه. دنیا رو آیا رخچه ببخشه تو رو خدا، معذرت میخوام، صدام هم رفت بالا. من با ازتون برم کتاب خونه. بفرم. حالا باید چیکار کنیم؟ نمیدونم، میخواد سوالا رو همه بده. خیلی خیلی ببخشید من اینو میگم، ولی چه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ اولندش که اون آقا کیهانه، بعدش هم اون به ما اعتماد کرد. چرا؟ چون میتونه سوالا رو با خودش ببره، ولی اعتماد کرد نبرد. این جریان خانه سالمندان چی بود؟ شماها چی حد زده بودین؟ چرا به من نگاه میکنین؟ آقا عادی لو داد. تقصیر من چیه؟ خب پول شدم، حالا ما نامحرمی. نه بابا، فقط میخواستی مطمئن بشی این کار کرده یا نه. چه کاری؟ کیهان پدر یا مادرشو برده خونه سالمندان، یا شاید هم هر دوتاشونو. چی؟ شما ها چی دارید میگید؟ البته هنوز مطمئن نیستیم، یعنی شاید یه چیزایی شنیده که امروز بخواهم بریم دنبال اون. امکان نداره، امکان نداره آقای کیهان همچین کاری کرده باشه. من میدونم بابا، شاید بیچاره مجبور بوده. نه اینا همش چرت و پرته. سعید کجا میری؟ بابا این چرا آب روغن قاطی کرد؟ همونطور که میدونین امتحانات نیم ترم نزدیکه. میخوام ازتون خواهش کنم که این امتحانات رو دست کم نگیرید و اینجا فرصتیه که بتونین نمره بهتری کسب کنید. بچه یه دقیقه گوش کنین. گوش کنی؟ الان نه. تو میسی که واقعا باورش شده فرمانده کلاسی ها؟ بقیه بچه ها چرا نباید بدونم؟ ببین، مثل اینکه دوست داری چال کشید کنم. چی شده؟ خب به ما هم بگید دیگه. الان میگم. اینا ساله امتحان فارسیه. وقتی آقا کیهان داشت تر میکرد گیرشون رو بردم. حالا آقا پوره میگه من ساله رو نباید به شما بدم. من نمیگم ساله رو نباید به شما داد. من میگم که از این ساله رو نباید استفاده کرد. چرا؟ نکنی یادت رفت آقا کیهان بر چی کار کرده رضا؟ برای همه ماها. هر کسی خودش میدونه، اما ما نباید با آقا کیهان اینطوری معامله کنیم. درسنی عبدالله سالار رو گیر نیورده. اون آقا که تو کتاب خونه بودیم، آقا کیهان به اون اعتماد کرد و رفت، سالار رو کش رفته. الان این نامردیه. نامردی اینه که من سالار رو برای خودم بردارم و به شما ندم. حالا چی شده سنگ معلم رو بسی نمیزنی؟ منم با پوریا موافقم. ما نباید با کیهان این کارو بکنیم. کیهان با بقیه معلم ها فرق میکنه. فرقش چیه؟ اینه که مامان باباشو برده خونه سالمندان. چی؟ همچین چیزی نیست. پس بگو آقا، دیمونو تو کتاب خونه همینه میخواستی بگی فرماندت نذاشت.
من امروز میرم خونه سالمندان. هر طور شده این مسئله امروز باید حل بشه. ببین من تو خورده حساب خیلی داریم، نظر بیشتر بشه. بی خیال فرمانده. بابا وقتی زخم‌های کهنه سرباز می‌کنند. پویا همه دانشگاه‌های اهواز رو ول کرده و اومده دانشگاه بهرام قبول شده. وقتی خاطرات گذشته زنده می‌شوند. ولی قرارم نیست زندگی من رو بچه‌ام به هم بریزه. هیچ اتفاقی نمی‌افته. وقتی اشتباهات دیروز مسبب جدایی امروز می‌شوند. دیگه بدون اجازه من حق نداری پاتو تو اون خونه بذاری. هر کس به شکلی با مشکلات کنار می‌آید و قربانی این معصومیت جوانان. اگه بفهمه خونه باغ معامله کردی رسوات میکنه. سند ملک کجاست؟ پیش خودشه. پیش خودش. دانیال حکیمی، فاطمه گودرزی و هما روستا در ترانه مادری. مجموعه تلویزیونی ترانه مادری از شبکه آیفیل. نه خانم، شما خیال میکنی من نگفتم؟ گفتم، ولی پاشو کرده تو یک کف. چی میگه؟ هیچی. میخواد بره خونه سالمندان برای چند روز بیارتش خونه خودش. مگه میشه؟ کیهان که نمیتونه از اون مراقبت کنه. اگه اتفاقی بیفته. منم همینو میگم. من خودم باید باهاش حرف بزنم. نه چرا تو باهاش حرف بزنی؟ خودم بهش میگم. اومد من خودم با شما تماس میگیرم. گوشی رو بده بهش، من یه خورده آرومش کنم. بله قربان، چشم، حتما خودم به شما خبر میدم. خدا نگهدار. یعنی چه؟ کاویانی؟ چشم، سلام برسونی. الو کاویانی، خدا حافظ شما. چیه؟ بله بفرمایین تو، خواهش میکنم. آقای کاویانی با من کاری داشتین؟ ببین که آنجا داری اشتباه میکنی. اون مریضه، پیره. اگه بیاریش پیش خودت، اگه زبونم لال یه اتفاقی براش بیفته، اون وقت یه عمر. آقای کاویانی من فقط میخوام یه چند روزی بیارمش پیش خودم، خیلی تنها شده. همه این فکر و ذکرم پیش اونه. باور کنید دست و دلم به هیچ کاری نمیره. ازت میخوام که تصمیم عاقلانه‌ای بگیری پسرم. دیگه عقلم به هیچ جا قد نمیده. صبوح باش. میتونم برم؟ بفهمم. سعید مهمه. خب برای منم مهمه آقا عادی، منم دلم میخواد بدونم این قضیه چی بوده.
خب برفرض مثلا ما رفتیم و پدر مادر آقا کیهان اونجا بودن که چی؟ اون وقت میشه دوباره آقا کیهان قضاوت کرد. اون وقت یه تقلب آزاده. خودتون میدونید من همیشه در حال شوخی کردن. حالا اینجوری نگاه میکنید بچه ها، به نظر شما این قضیه فضولی نیست؟ بچه ها کمکم کنی، این مسئله خیلی برام مهمه. برای ما هم مهمه. مهمه دیگه. بریم. الو سلام، آدرس خانه سالمندان امام سجاد رو میخواستم. امام سجاد؟ بله. ممنون، خدافظ. چیشو؟ گرفتم. خب بگم منم میام دیگه. کجا میخوای بیا؟ اگه به اونجا معلوم نیست واقعیت رو به بچه ها بگید، منم میام. وقت کلک نزن. این بازم پررو شده. چند بشه؟ بلکن فرشید، یه تاکسی میگیر من همگی میریم دیگه. در بس. کجا میریم؟ ما بریم تو بگیم ما کیم چیم. آره بابا میریم تو سوتی میریم. بچه ها میریم تو یه کیهان سالمند ما دیگه، نمیگیم زنه یا مرده. روشن شد؟ شیعه. آها اگه پرسیدن که کیشی، منو شایی نوشیم، شما هم رفقای ما. بریم بچه ها. آقا ممنونم. سلام. شما اینجا چیکار میکنی؟ ای کسی رو اینجا داری؟ یکی از شما به من بگه اینجا چیکار میکنید؟ آقا بفرما تو. خیلی خوب، فعلا بیاین تو. سعی حالا که اومده اینو بگی. یه چیزی بچه ها، اینجا خانه سالمندانه، سکوت شلوغم نمی کنید. خب آروم بیاین. استاد پارسا سلام. سلام کامیار جان، خوش آمدی. مخلصی. خیلی خوش آمدی. مزاحم خلوتتون که نشدم؟ نه من جسارتاً چند تا مهمونم دارم. چه ایراد داره؟ شاگردام. به به، خوش آمدین. بفرمایین. سلام. سلام علیکم، خوش آمدین.
اجازه بدین واسه خواهش خب بوی گل از که بجویه؟ از گلاب. نمیخواین خودتون معرفی کنین؟ شاهینم. هادیم. علی عبداللهی. فرشید. پوریا. سعید ظاهری. منم علی پارسا، معلم مدرسه شما، معلم سابق این آقا. در خدمت تو هستم استاد. خواهش میکنم. آقای کیهان از شما خیلی برام گفته. تو باید همونی باشی که داستان مینویسه. بله. شما چهار نفرم حتما همون چهار تفنگ دار هستی. بله. و اما از علی عبداللهی چیزی به من نگفتی. آه یادم اومد، یادم اومد. همونی که باید الان مادر بزرگش رو خیلی دوست داشته باشه. چیزی اینجا دارم که براتون خیلی جالبه. بهترین معلمی بود که من تو طول دوران تحصیلم داشتم. خیلی چیز ازش یاد گرفتم، خیلی. دفتر انشای آقای کامیار کیهان. استاد هنوز این دفتر رو نگه داشتی؟ معلومه که نگهش داشته. چی خیال کرده؟ این معلم شما بچگیش خیلی شیطون بود، به الانش نگاه نکنی. خب بیاین، اینه مال شماست، یادگاری من. ببینم میتونین خوب ازش استفاده کنین. یادتون باشه بچه ها، قلم چیز ارزشمندیه. داشتنش آدم رو مسئول میکنه، چرا که خداوند در برترین و زیباترین کتاب ها به قلم سوگند یاد کرده. دست شما درد نکنه استاد. خواهش میکنم. برگ سبزی تحفه درویش. اختیار داری. من مطمئن بودم آخه آدم چقدر میتونه فکر معلم سابقش باشه. آقا چون خیلی مرده. آیا عبداللهی هنوزم میخوای از اون سوال استفاده کنی؟ خواهی با این قلم جواب رو بنویسی؟ خیلی خوب بچه ها بریم. راه بیفت علی. خیلی باحال بود این معلمه، ما هم با اون آشنا شدیم. من از همون اول میدونستم از آقای کیهان بعید بود. شیطونم یه پاشم بزنم تو دماغش، یکی که دیگه عینک نداره. اما بچه ها من میگم ما نباید این سوال رو استفاده کنیم، نه به خاطر قضیه سالمندان. پس به خاطر چی؟ به خاطر اعتماد آقای کیهان، به خاطر
قلم. خب پس قرار ما پنجشنبه میری ملاقاتش. خیلی خوشحال میشم مطمئنم. منم میگم خانم جون یه مسخطی اعلی واسش درست. آقایون کلاس حاضر. بله چاش داریم میریم. میگم آقای کاویانی میخوای قضیه رو با آقای یراقچی هم بگین، شاید ایشون هم دوست داشته باشن بیام. کدوم قضیه؟ قضیه خونه سالمندانو میگید؟ بله ایشون اول همه راه افتاده. زنده باد باجات. بفرمایید. بچه‌ها اوه که ما بودیم. سلام صبح همگی بخیر. سلام. دماغتون چاقه؟